که خیلی جالب هست درباره این منشور کوروش این هست که تفاوتی که منشور کوروش با منشور با قوانین سابق بر اون داره مثل قانون حمورابی یا هفت فرمان موسای کلیم این هست که این منشور درباره بیش از اینکه درباره کیفر باشه مانند قوانین سابق که اگر کسی کسی رو کور بکنه باید او هم کور بشه یا اگر کسی دزدی بکنه باید دستش قطع بشه یا اگر کسی مرتکب زنا بشه باید سنگسار بشه منشور کوروش درباره آزادی و عدالت هست بیشتر از هر چیز دیگه برخلاف قوانین پیش از اون و شاید بشه گفت علت این که این منشور امروز در نسخه ای از اون در پاویون ورودی ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک وجود داره هم دقیقا به خاطر همین برانگیزانندگی منشور کوروش درباره این هست که شهریار وظیفه خودش میدونه که دادگستر باشه و آزاد کننده باشه و در واقع میشه گفت بازگرداننده کسانی که به بردگی گرفته شدن به سرزمین های اصلیشون باشه و تضمین کننده آزادی عبور و مرور در سرزمینش باشه و تضمین کننده این باشه که در دید او همه کسانی که در واقع بندگان او هستند رو آیای او هستند به یک دیده باهاشون برخورد خواهد شد جدای از اینکه اینها از چه خواستگاه اجتماعی، نژادی، قومی و دیگر هستند. البته خب این باید در نظر گرفته بشه که طبیعتا شاهنشاهان هخامنشی لزوما منشور کوروش رو به عنوان یک منشوری که قانون اساسی هخامنشی باشه در نظر نمی گرفتن و اگر شما در نظر بگیرید داریوش در کتیبه های خودش درباره اینکه چگونه کسانی رو که کمر به سرنگونی پادشاهی هخامنشی بسته بودن به مفهومی که او میپنداره و اینکه چگونه اونها رو در واقع مجازات میکنه و به تفسیر درباره اینکه اینها رو چگونه مجازات میکنه پرداخته و طبیعتا به دیده برخی از تاریخ نویسان کتیبه های داریوش یک انحرافی هستند از اونچه که کوروش در نظر داشته حالا کوروشی که اه, ما میشناسیم بر اساس منشور کوروش و افسانه پردوزی هایی هم که شده مثل افسانه استار و که ما نمیدونیم تا چه اندازه از نظر تاریخی دقیق هست و درست هست کوروش رو به یک مقام خاصی در واقع برده که تقریبا میشه گفتش که از دیدگاه تاریخ نویسان عصر خودش مثل هرودوت و دیگران در واقع به یک مقام خدایی میرسه کوروش ولی اگر ما به تاریخچه شاهنشاهی هخامنشی نگاه بکنیم میبینیم که یکی از دلایلی که هخامنشیان اولین نظامی هستند که درش حقوق اقلیت ها رو در چارچوب جماعت ها و قوم هایی که داشتن در روابط میان همدیگه احوال شخصیتشون،, شخصیتشون،, ازدواج و طلاقشون به رسمیت میشناسن و سعی نمی کنن که دین خودشون رو و این رو برعرض بکنم که ما دقیقا نمیدونیم که دین هخامنشیان چه دینی بوده تحمیل بکنن به این اقوام گوناگون تا حدی که حتی امتناع بکنن از اینکه ادیان اون اقوام گوناگون رو رسما بر عهده بگیرن و رسما در واقع سردمدار ادیان بعضی از سرزمین هایی باشن که به تصرف در آورده بودن این هست که فکر میکردن که با این بیطرفی دینی در واقع مدارا و تکثر رو در یک سرزمینی که از اقوام گوناگون به وجود اومده از نظر عملگرایی بهتر توسعه میدن و در واقع یک داور نظم در یک سیستمی هستن که ما میتونیم ازش به عنوان یک صلح حقامنشی جهانی در اون موقع یاد بکنیم و اگر شما مثلا به مصر نگاه بکنید از نظر مردمان مصر پادشاهان حقامنشی شاهنشاهان حقامنشی کارشون رو درست انجام نمیدادن چرا که چندین قیامی که در مصر میشه حالا گذشته از اینکه بعضی از این قیام ها به خاطر بیعدالتی هایی بوده که فرمانداران حقامنشی در مصر مرتکب شده بودن یکی از دلایل مهمش از این سرشش میگرفته که مصری ها از شاهنشاهان حقامنشی اعتذار داشتن که بیان و مانند فرعون های خودشون خداوند روی زمین باشن و شاهنشاهان حقامنشی در واقع به نوعی میشه گفت و چار در کوتاهی میشن در این مورد و اسکندر یکی از نخستین پیروزی های خودش رو در مصر علیه شاهنشاهی حقامنشی به دست میاره بلا فاصله با این حرکت بسیار مهم یا مانور بسیار مهم تبلیغاتی که به مصری ها اعلام میکنه که او اون خدایی است که اونها در پیش بودن و طبیعتا اون شاهنشاه اخامنشی که هیچ وقت نمی اومده که این مقام خدایی رو احراز بکنه طبیعتا نمیتونسته که اون خدا باشه و طبیعتا شکست هخامنشیان پشتیبانی مصر رو از اسکندر بیشتر میکنه بنابراین حتی دیدگاهی که شهروندان یا مردمان از رابطه نابرابری که وجود داره بین خودشون و فرمان روایانشون دارن اگر این یک دیدگاهی باشه که اگر از دیدگاه امروز ما استبداد رو درونی کرده بوده اگر اون فرمان روایان اون درجه از استبداد رو از خودشون نشون نمیدادند مشروعیتشون زیر سوال میرفته و این دقیقا یکی از مشکلات که خامنشیان در فرمان روایی کردن مصر داشتن و نقطه مقابل مصر در واقع بیش از هر جای دیگه جمهوری آتنی هست که درش به خصوص در پی جنگی که با هخامنشیان دارند نهایتا طبقاتی در آتن پیدا میشن که خواهان حقوق برابر میشن و این باید گفته بشه که ما اکثرا وقتی درباره جمهوری آتن صحبت می کنیم اینجور از جمهوری آتن صحبت می کنیم که گویی همیشه افراد مذکر آتنی که برده بودند همیشه از حقوق آزادی های برابر برخوردار بودند که چنین نیست در واقع آزادی ها و حقوق برابر برای شهروندان آتنی مدت خیلی کوتاهی قبل از اینکه اونها با حقامرشیان درگیر کشمکش نظامی بشن پیدا میشه و با وجود اینکه این حقوق آزادی های برابر برای نخواستیم بار مطرح میشه و مفهوم شهروند به مفهومی که ما امروز میشناسیمش برای اولین بار در تاریخ ظهور پیدا میکنه باز شورای اشراف آتن این حق رو برای خودشون میدیدن که در شکل یک شورا با وجود اینکه یک مجلس ملی برای آتن وجود داشته خودشون اون شوراشون رو تشکیل بدن و بعضی از قوانین اون مجلس ملی رو غیر قانونی اعلام بکنن و جنگ میان ایرانیان و یونانیان به طبقات فرود دست آتنی که احساس میکردند که وجود این شورا برخلاف اصول جمهوری آتنی هست این قدرت رو میده که خواهان این بشن که این شورا یک بار و برای همیشه منحل بشه و در واقع در نتیجه این جنگ هست که این افراد حقوق در واقع برابر مفهوم امروزین کلمه پیدا میکنند و اینجا هست که من توجه دوستان رو میخوام جلب بکنم به تأثیری که کشمکش نظامی و ستیزه های نظامی با به خصوص نیروهای خارجی یا کشورهای خارجی میتونه روی پیش برد یا در واقع نقصان و کاستی پیدا کردن حقوق شهروندی داشته باشه و دقیقا مشابه اون در امپراتوری روم در جمهوری روم اتفاق میافته که اگر ملاحظه بفرمایید شهروندان عادی روم در پی هر ستیزه و کشمکشی که بین روم و سرزمین های خارجی پیدا میشه خواهان حقوق بیشتری میشن چرا که این شهروندان عادی بودن که قسمت عمده ای از نیروی رزمی رو تشکیل میدادن و حتی اگر شما به درگیری که سزار رومی ژو سزار پیدا میکنه با سنای روم نگاه بکنید میبینید که او خواهان این بوده که به کسانی که برای روم جنگیده بودن حقوق بیشتری داده بشه که نهایتا باعث میشه که یک طبقه نظامی که خودش رو به نوعی طبقه میدونسته که در جنگ شرکت کرده بوده و چه باید از یک سری حقوق برتر برخوردار بشه پیدا میکنه و سنا خودش رو درگیر میبینه با کسانی که ادعا میکردن که به خاطر اینکه برای روم جنگیدن نه تنها باید از یک سری حقوق یکسان برخورده باشن که باید از امتیازاتی هم برخوردار باشن و اینجا هست که ما اولین، یکی از اولین نمونه های مفهوم عوام فریبی رو با توجه به استفاده از مفهوم جنگ بین المللی میبینیم این مسئله دائم خودش رو در شکلهای گوناگون به خصوص در دنیای مدرن به در واقع در تاریخ بشریت خودش رو نشون داده بنده خیلی خلاصه فقط درباره شهروندی دوران ساسانی و دوران اسلامی اینجا باید صحبت بکنم و اون این هستش که دوران ساسانی، دوران اسلامی و دوران مسیحیت و قرون وسطا نمونه واقعی این هستند که وقتی که یک دین رسمی بر یک سرزمینی حاکم میشه این دین رسمی چگونه اراده خودش رو بر افراد گوناگون جوامع گوناگون در حوزه این امپراتوری ها تحمیل میکنه و بهترین شیوه برای توصیف این این هست که در دوره ساسانی با وجود اینکه دین زرتشت دین رسمی بوده یک سیستم هماهنگ از نظر تحمل اقوام گوناگون وجود نداشته و این بستگی به کسانی بوده داشته که چه کسی شهریار بوده و چه کسی موبدان موبد بوده و در کتیبه های گوناگون ما آثار مختلفی رو میبینیم که مثلا در یک دوره خاصی کلیمیان تحت تقریب آزار قرار می در یک دوره خاصی مسیحیان و هیچ یک دستی و پیوستگی و در واقع انسجام وجود نداره در سیاست ساسانیان برای اینکه چگونه با اقوام گوناگون برخورد میکردن در مورد نظام ترقاتی ساسانی هم دقیقا همینطور هست شما میبینید که یک کسی مثل بزرگمهر که دهقانزاده هست به عالیترین مقامات میرسه و او تنها کسی نیستش که از این در واقع تنها استثناء نیست بنابراین این وجود نداشته افراد بر اساس شایسته سالاری ممکن بوده که به مقامات گوناگون برسن ولی در این حال کسانی که توی طبقات مختلف بودن دوست داشتن که یک نظام طبقاتی در نظام ساسانی حاکم باشه که موفق نمی‌شدن بنابراین مسئله شهروندی در نظام ساسانی یک مسئله ای هست که هیچ وقت به طور کامل قوانین مشخصی وجود نداره براشون با وجود اینکه ما یک مجموع مجموعه تفسیر حقوقی داریم به نام ماتیکان هزار داستان در نقطه مقابل اون در امپراتوری روم حتی در دوران که مسیحیت دین رسمی اعلام میشه در امپراتوری روم ما میبینیم که چرا شهروندی کما بیش مشخص تعریف شده و هر کسی که شهروند رومی هست شهروند درجه اول هست و از حقوق آزادی های مشخصی برخورداره و اگر مسیحی باشه در دوران مسیحی شدن روم طبیعتا شهروند مسیحی از حقوق آزادی های درجه یک برخورداره و بقیه شهروندان درجه دو سه و چه بس و بردگان هستند تفاوتی که شهروندی اسلامی با شهروندی های رومی و ساسانی یا شهروندی های جمهوری روم و جمهوری آتنی داره این هستش که فرد مسلمان شهروند درجه یکه ولی اقلیت های حمایت شده مثل اهل کتاب از حقوق آزادی های خودشون برخوردارن بنابراین خواسته یا ناخواسته آگاه یا ناآگاه نظام اسلامی یک نظام چند ملیتیه که در اون حقوق جماعات گوناگون که به رسمیت شناخته شدن به وسیله دین به رسمیت شناخته میشه و این نخستین باری هستش که به صورت سیستماتیک از زمان حقامنشی ما میبینیم که یک همچین چیزی به وجود میاد و این تا دوران عثمانی ادامه پیدا میکنه به خاطر اینکه ما به پایان وقت رسیدیم من اجازه میخوام که درباره مسئله حقوق شهروندی و جنگ های انفصال در قرن 19 هم که باید با مقدمه مربوط به انقلاب امریکا و انقلاب فرانسه آغازشون بکنم بحث رو در اینجا به پایان برسونم فقط این رو عرض خواهم کرد که برای وارد شدن به اون بحث بنده از مفهوم شهروندی در قرون اروپا شروع خواهم کرد و منشهور کبیر چرا که اون مفاهیم و منشور کبیر و اعلامی حقوق پادشاهان انگلستان تاثیر خیلی بسزایی میذاره بر آرمان های انقلابی که جمهوری امریکا داشتن و استقلال طلبان امریکا داشتن و به طبع اون یک ای پیدا میشه که منجر میشه به اعلامیه جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ میشه در پایان بنده از توجه همه فراگیران دوستان عزیز به این جلسه سپاسگزاری می کنم جلسه بعدی ما درباره مفهوم شهروندی و گفتمان شهروندی در دوران معاصر خواهد بود خیلی متشکرم